دولت ایران رو شنیدم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این انقلاب نقطه آغاز ندارد، تحولی تند است در امتداد تاریخ. از این رو ریشه های انقلاب ایران را باید در تحولات پیشین جست که شاید مهمتر از همه نهضت مشروطه باشد. ایران با نهضت مشروطه به جهان نو گام نهاد و آرمان های مشروطیت یعنی آزادی، استقلال و حکومت قانون پس از 70 سال آرمان‌های انقلاب بود. تا کنون مردم ایران تحت فشار شاه بودند و استقلال هم نداشته است مملکت ما. ما می‌خواهیم که مملکت را استقلال بش بدیم و مردم را هم آزادی و حکومت اسلامی هم یک جمهوری است مثل سایر جمهوری‌ها، قانونش قانون اسلام است. آزادی و استقلال را که آیت الله خمینی در حکومت اسلامی دست یافتنی می‌دید، محمد رضا شاه در قانون اساسی مشروطه وعده می‌داد. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تصفیه شده است هستم. و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی دادید، تضمین می‌کنم. تضمین میکنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود. این که شاه در ماه‌های آخر سلطنتش از آرمان‌های مشروطه یاری می‌جست، حاکی از خاطره زنده مشروطیت در ذهن مردم ایران بود. دکتر کریم سنجابی از کسانی است که خود سال‌ها برای رسیدن به این آرمان‌ها تلاش کرده است. مردم ایران از بیش از 100 سال در واقع روشنفکر ایران و ایران مداران و خواهان استقلال ایران در یک مبارزه پیگیری علیه زورگویی خارجی هستند. با اون از زمانی است که تزاریسم روسیه از طرفی و امپریالیسم ساحل شبه قاره هند از طرف دیگر شروع به مداخله در ایران کرده و دستگاه‌های حاکمه وقت را از سلطان گرفته تا عوامل بردست سلطان و ایادی متنفذ در شهرستان‌ها همه کم و بیش تسلیم سیاست خارجی شده بودند. بنده حقیقتاً عقیدم این است که نهضت مشروطیت یک نهضت ضد استبدادی بود، درسته ضد شاه بود، ولی واقع در بطن عمل یک نهضت ضد استعماری بود. یعنی چون مردم می دیدن این عوامل سلطنتی و حکام و دوله ها و سلطنه ها همه تسلیم سیاست بیگانه شدن، می خواستن به وسیله دستگاه مشروطیت اینها را ضعیف بکنن و به نتیجه با سیاست استعماری با سیاست خارجی مبارزه کنند. ایران در حالی از خواب 300 ساله برمی‌خواست که ممالک اروپا نه تنها بر اثر تحولات فکری ترقی کرده بودند، بلکه بر کشورهای خواب‌آلوده سیطره یافته بودند. سید محمد علی جمالزاده از نسلی است که با آغاز بیداری ایران تولد یافت. ما عقب افتاده بودیم، مخصوصاً از سلسله کتاب، از سلسله اختراعات، از سلسله کشفیات جدید. ما از ترقیات مادی که امروز اسم تمدن را ما بیشتر به او میدهیم خیلی عقب مونده بودیم. در یک کتابی که یک نفر بلژیکی نوشته به فارسی ترجمه شده در زمان قاجاریه، مؤلف این کتاب در آخر کتابش نوشته من در ایران همه جا رفتم متوجه شدم ایران حکم دهی را داره که کت خدای این ده اسمش پادشاه شده. و این پادشاه مظفرالدین شاه بود. او در سخنانی خطاب به صدر اعظم زمان اتابک اعظم
خود را سایه خدا میخواند. این خدماتی که به من میکنید و به مملکت ایران میکنید البته خداوند او را بیجی عوض نخواهد کدست. انشاءالله عوض او را هم خدا و هم سایه خدا که خود هم باشم به شما خواهم داد. از خدمات همه بزرگ هم راضی هستید. به شما هم خدمات همه را حقیقتا خوب عرض میکنید و همه را به موقع عرض میکنید. و اتابک اعظم هم خوشنود است که غلام خانزاد پادشاه باشد. غلام خانزاد دوستانه مراهم همایونی که در مدت 40 سال شامل حالی در ریلی مقدار شده است. اگر 100 سال عمر داشته باشم و خدمت گذاری بکنم باز از عهده ایشون که مراهم شاهانه بر نیامده. سیطره خارجی، استبداد و انحطاط تازگی نداشت، اما بحران‌های مالی و اقتصادی اسباب نارضایتی شدید مردم شد و زمینه نهضت مشروطه را فراهم آورد. به نظر دکتر هما ناطق، مورخ مشروطه، این بحران‌ها نتیجه چند عامل بود. یکی تضعیف خود حکومت ایران بود به خاطر قرض‌هایی که از اواخر دوره ناصرالدین شاه اینها از روس‌ها و انگلیس‌ها گرفتن و این قرض‌ها در دوره مظفرالدین شاه دو برابر شد، هم به انگلستان و هم به روسیه. یعنی خزانه دولتی در واقع به ویژه به خاطر سفرهای حتی مظفرالدین شاه به اروپا خالی شد. یکی پس بنابراین ضعف خود دولت بود. از نظر اقتصادی بحران در بازار به وجود آمد، به ویژه از 1904 چون جنگ روس و ژاپن شروع شد. ارزاق که ما مهمترین ارزاقمون از روسیه می آوردیم به ویژه قند و اینها نتونستن دیگه به ایران برسن، یعنی ایران دچار بحران کمبود ارزاق شد. در همین سال که 1904 باشه وبا به ایران زد و همینطور به قفقاز. در نتیجه قرنطینه روس‌ها درست کردن در مرزها و در نتیجه داد و ستد با ایران به کلی قطع شد. یعنی این دوتا عامل نه تنها به بازرگانان و به ورشکستگی کشوندن بلکه نارضایتی مردم رو به وجود آوردن برای خاطر اینکه قحطی در ایران به وجود آمد. و یکی دیگه باز عبارت بود از این امتیازات پی در پی که داده بودن مثل بانک، مثل تنباکو به اروپایی ها، برخی از اصناف ایران رو به بیکاری کشید در ایران. مثلا امتیاز بانک صرافان رو به کلی بیکار کرد و ناخرسندی از این امتیازات هم در بعضی از اصناف ایجاد شد. همراه با این نارضایی ها مبانی فکری مشروطه تکوین یافت. آگاهی از مظاهر ترقی مغرب زمین و علل این ترقیات به گفته دکتر احسان نراقی اعتقادات جامعه و هیئت حاکمه را سست کرده بود. چند عامل رو من به سرعت براتون میشمرم. مسافرت های ایرانیان به خارج، بخصوص مسافرت های خود ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه. ناصرالدین شاه هر بار که از سفر خارج برمیگشت یک سلسله اصلاحاتی رو میخواست شروع کنه که البته با طبیعت استبدادیش سازگار نبود، ولی اقدام میکرد، نمیتونست منکر این پیشرفت ها بشود. انقلابات در روسیه، انقلابات متعدد طی قرن 19 ایرانی ها رو متوجه کرده بود که آزادی خواهان روسیه چه میگوین و ضمناً چون از استبداد تزارها در رنج بودن، اون مردم هم از همین استبداد مینالیدن، اینا یه همدلی با آزادی خواهان روسیه پیدا کرده بودن. مسئله دیگه مشروطیت در ژاپن بود و پیشرفت های اون که وسیله روزنامه های مثل حبل‌المتین کلکته مرتباً به اطلاع ایرانی ها میرسید. دیگر مسئله همین مسافرت های سید جمال الدین اسدآبادی بود به ایران که معروف میگن ابوالحسن جلوه وقتی که از منزل امین‌الضرب اومد بیرون باز دیدار اولش با سید جمال گفت من الان کفن میپوشم ببینم بر علیه استبداد قیام میکنم. یعنی اینجور اون قدرت عجیبی داشت در تهییج مردم. بعد مسئله انحصار لغو انحصار تنباکو بود که دقیقاً یک انقلاب بود که در شیراز و اصفهان و تهران انقلاب شد. یعنی درگیری مردم بود به طور مسلحانه با دولت، دولت مرتب اونها سرکوب میکرد و یعنی به تمام معنا یه حالت انقلابی بود در دوران رژی. بعد مدارس جدید و روزنامه ها و شکست روس از ژاپن، یکی از نکات حساسی که نشان میده چقدر
رهبران مشروطه با روشنبینی عمل کردن، شکست روس در جنگ 1905 بود از ژاپن، که اینها متوجه شدن که حالا که حریف ضعیف شده، حریفی که از استبداد قجر حمایت میکرد و حتی خیال داشت شاید ایران رو هم تسخیر بکنه به دنبال کاری که قبلا کرده بود قبل از جریان ترکمنچای، بعد از ترکمنچای، این به ایرانی ها این فکر رو درشون ایجاد کرد که حالا موقع حرکته. علما و آزادی خواهان هم زمینه را برای این حرکت آماده می کردند. یکی از آنها سید جمال الدین واعظ، پدر جمال زاده بود. در این گرودار پادشاه ایران، پادشاه بی‌عرضه‌ای بود، اسمش مظفرالدین شاه بود، دید که کارش داره خراب میشه، یک نفر آدم خیلی گردن کلفتی رو به اسم عین الدوله صدر اعظم ایران کرد. این عین الدوله برخلاف پادشاه بی نهایت مقتدر بود. عین الدوله خیلی کارهای زیاد کرد، از جمله کارهایی که کرد یک حاکم برای تهران نامید که اسمش علاءالدوله بود. علاءالدوله هم از اون ظالم های قریب و عجیب بود، از دور نماز که میخون از دور چند نفر را میگردن با اشاره نشون میداد که سرشون را بگرد. این حاکم تهران شد و برای اینکه اقتدار خودش را و عین الدوله را و شاه ایران را نشون بده، شنید که در بازار یک سیدی از قند میفروشه، اسمش قندی بود، سید قندی. فرستاد این سید را با فراش آوردن به دارالحکومه، پدر سوخته تو قند رو گرون میفروشی و اینا. این سید رو چوب زد. چوب زدن این سید اسباب شد بازار یا بازار رو بستن و رفتن خونه استبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی در محله سنگلت. اینا دو نفر از علمای بزرگ ایران بودن، اینا رو آوردن تو مسجد شاه. جمعیت اومدن پدر من رو هم از خانه کشیدن برون، بردن در همون مسجد. مادر من همیشه وقتی پدرم رو میبردن یه جایی، من بچه یاد داده بازدن، گفت برو ببین پدرت اگر خطری بشتسید زود بیا به من. مرم عقب پدرم رفته بودم به مسجد. دو تا سیدین سندین که هر دو از پیشوایان مشروطیت شدن اون بالا نشسته بودن، مسجدم پر بود از جمعیت. یک منبر هم در وسط مسجد گذاشته بودن، پدر من رو گفتن بره وعظ بکنه. امام جمعه که داماد مظفرالدین شاه بود آمد پایین منبر پدر نشست. مردم خیلی خیلی طرفدار پدر من شده بودن. پدر من رفت برای منبر، همیشه آیه از قرآن میخوند، بعد تفسیر میکرد و با زبان مردم، با زبان عوامانه با مردم صحبت می‌داد. از عقل پادشاه که در قرآن خیلی هست، در مذهب ما که میگه الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، یعنی مملکت با کفر و کافری بقا پیدا می‌کنه اما با ظلم و اذیت و آزار مردم بقا پیدا نمی کن. این را هم گفت و شروع کرد به این که بگه اگر پادشاه بد باشه باید چه کار کرد. به محض این که گفت اگر پادشاه ظالم باشه، صدای امام جمعه بلند شد، ای سید چه میگی؟ بیایید رو بکشید از منبر پایین، به پادشاه اسلام بدگویی میکنه. مسجد به هم خورد، چراغای مسجد خاموش شد، صدای چرخ به گوش مردم رسید. مردم خیال کردن دولت توپ فرستاده و مردم ترسیدن و دو نفرم جوانم آمدن از اون اطراف، پدر من را در بغل گرفتن به طور که پدر من پاهاش بدون کفش موند و از مسجد بردن. این اولین حرکتی بود که از طرف ملت ایران بر ضد دولت شد. این حرکت در ماه‌های بعد سرعت و شدت یافت، حرکتی که به گفته دکتر هما ناطق بیشتر متکی به انجمن‌های سری بود
تا اجتماعات عظیم مردمی. مشروطیت بیشتر در انجمنها شکل میگیره، یعنی در نشستها و در مشارکت مردم در بحثها. این روشنفکران هستند که مردم رو به مشارکت در سرنوشت خودشون فرا میخوانند. این یک نکته خیلی مهمیه در انقلاب مشروطیت، یعنی انقلاب مشروطیت انقلاب فکر شده بود. و فکر و عمل انقلابی آنچنان که احسان نراقی میگوید حاصل اتحاد سه نیروی روحانی، روشنفکر و بازاری بود. من برای اینکه بهتر مجسم کنم تکوین و دقیقت امتزاج و اختلاط این افکار سنتی و مذهبی رو با افکار خارجی، یه صحنه رو یادآوری میکنم. اون صحنه عبارت از این است که 56 نفر در ماه ربیع الاول 1322، یعنی 2 سال قبل از بروز انقلاب و صدور فرمان مشروطیت، به طور مخفیانه‌ای در باغ میرزا سلیمان خان میکده اجتماع میکنن و با هم برای مبارزه بر علیه استبداد همقسم میشن. وقتی دور میز جمع میشن، یه میزی وسط باغ بوده، وقتی دور میز جمع میشن، سیدی از زیر عباش یک پرچم ایران میاره بیرون که روی اون پرچم نوشته بود قانون و عدالت، و در کنار اون پرچم یک قرآن مجید میذاره روی میز و دعوت میکنه همه رو به قسم خوردن. یک یک میان با شور و جذبه و اشتیاق فراوان، و حتی کسی که این مجلس رو تعریف میکنه میگوید اشک در چشمانشون بود، پرچم رو به علامت وفاداری به ایران و قرآن رو به عنوان کلام خداوند بلند میکنن و قسم یاد میکنن که برای ثمر رسوندن این نهضت دست از جان بشوین و اسرار این جمع و این مجمع رو فاش نکنن به هیچ قیمتی. حالا من به شما چند تا اسم از این حضار میدم. اولا اون سیدی که از زیر عباش در آورد پرچم ایران رو و قرآن مجید رو، اون سید سید جمال الدین واعظ بود، یعنی پدر جمال زاده. در کنارش ملک المتکلمین اصفهانی بود، حاج میرزا یحیی دولت آبادی بود، ابوالحسن میرزای شیخ الرئیس بود، حاج شیخ مهدی کاشی، یعنی کسانی که به اسلام واقف بودند و مبانی دین اسلام رو خوب میشناختن و فرهنگ اسلامی قوی داشتن. در کنار اونها کسانی مثل میرزا محمد حسین خان زکالملک بود که کتاب‌های زیادی ترجمه کرده بود از فرانسه و انگلیسی، میرزا ابراهیم خان منشی سفارت فرانسه می‌بینیم که اینها آگاهی داشتن به تحولات فکری در اروپا، به خصوص در فرانسه. میرزا حسن رشدیه بود که مظهر معارف جدید، جلال الممالک ایرج شاعر متجدد بود، آقا محمد حسین تاجر معروف به خیاط و سید عبدالرحیم کاشانی از تجار خوشنام و بازاری های معروف بودند. این نشونه اینه که این نیروهای مختلف اینا راه تفاهم با همو پیدا کرده بودن ما بین متجددینی که از فرنگستون افکار رو می آوردن و کسانی که در ایران بودن و از مباحث دینی و اسلامی حرف می زدن. روحانیان که به دنبال واقعه چوب خوردن سید قندی در شاه عبدالعظیم بست نشسته بودند، پس از گرفتن وعده تأسیس عدالتخانه به تهران برگشته بودند. اما شاه و صدر اعظم در وفای به عهد تعلل می‌ورزیدند و آزادی خواهان را در گوشه و کنار مملکت آزار می‌دادند. من که جمالزاده هستم، یک شب با پسرهای ملک المتکلمین در تهران من را بردن منزل خودشون. تابستون بود، تو حیات خوابیده بود. یه دفعه بیدار شدم، دیدم اشخاص از نظمیه میان توی حیات برای اینکه ملک المتکلمین را بگیرن. ملک المتکلمین در خانه نبود. اینا همینجا با شمشیر توی آب حوضم گردش کردن و دو پسر ملک المتکلمین را گرفتن بردن به نظمیه، آمدن سر من. تو اینجا چیکار؟ من به زبان اصفهانی بودم، من قومی خویش اینا هستم، از اصفهان اومدم. خب بگیر بتمر. فردا از اونجا رفتم به مدرسه، مدرسه ادب. ناظم مدرسه من را صدا کرد، گفت آسد ممدلی از آقا خبری داره، یعنی از پدرت؟ گفتم نه خیر مدرسه. گفت زود برو به خونه بگو که تو شهر در زمان این ندوله بود
تو شهر شلوغ شده. آمدم دیدم شلوغ شده، یک سیدی را سربازای سیلاخوری کشتن، یک سید مشروطه طلب را نعشش را بردن توی مدرسه، از اون مدرسه های قدیمی دارن میشورن، که اسم این سید حمید بود، اسم این دوله صدر اعظم ایران مجید بود. و از اون به بعد تصنیف درست شد، عبدالحمید کشته عبدالمجید شد. من رفتم به پدرم گفتم، پدرم فوراً لباس پوشید. گفتم من توی مسجد جمعه هم جمعیتی بود، من و پدرم رفتیم به مسجد جمعه. همین استاد عبدالله بهبهانی مثل واقعاً مثل شیر اون روی یک ایوان نشسته بود، دور تا دور ایوان رو مشروطه طرف ها. یک دفعه باز توی بازار صدای گلوله شنیده شد، مردم فرار کردن، راه پله پشتبان را پیش گرفته. من هم راه پشتبان با اینا رفتم روی پشتبان، اما مردم بازارها را خوب میشناختن، رفتن روی پشتبان های بازارها مفقود شدن. من یه دفعه خودم را تقریبا تنها دیدم، گفتم خب میرم پیش پدرم، پدرم اون پایینه. آمدم پایین دیدم مسجد خالی خالی شده، ولی یک نفر نشسته، اون سید عبدالله بود، سید عبدالله بهبهان. مثل شیر هم اونجور واقعا به عمرم فراموش نمی کنم. و پس از این بود که واقعی بست نشستن در قم پیش آمد. آقایون سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی رفتن به قم، در قم بست نشستن، ولی اونها بی نهایت در تهران اهمیت داشتن. همون وقتی بود که اون مرد بازاری رفت به سفارت انگلیس و بست نشستند و مردم هجوم آوردن و طرفدار آزادی شدند. بالاخره مجبور شد مظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروطیت بده و ایران دارای مشروطه شد. آزادی خواهان پیروز شده بودند، اما این هنوز اول راه بود.